شنبه 20 آوریل، چون شنبه های قبل، مخالفان جنگ و طرفداران صلح در اودمپلان جمع شدند که اعتراضات خود را بر علیه جنگ به نمایش بگذارند. حضور دو نسل در آن چشمگیر است. جوانان که با انرژی فراوان بر علیه جنگ افروزی شعار می دهند و افراد مسن بالای 60 سال که دست تجربه های جنگ خانمانسوز را دارند. این تظاهرات از اودمپلان تا میدان آدولف ادامه داشته. در مسیر راه پیمایی شعارهایی بر علیه جنگ و به طرفداری از صلح داده شد. در پایان یکی از اکتیویست های سوئد به دفاع از مردم فلسطین و کودکان آن سخن گفت و کودکی با آواز سوئدی اظهار همدردی با کودکان فلسطین کرد. آنچه بر مردم فلسطین می گذرد توسط رسانه‌های غربی، اخباری که جست و گریخته درز می کند، عمق فاجعه و بحران و خشونت بر مردم فلسطین را نشان می دهد. به خصوص اقدام های جنایتکارانه تیپای پیاده نظام نتسا یهودا که در غزه مستقرند. آنها متهم به سوء استفاده ها و سوء رفتار با بازدار شدگان فلسطینی هند. اخیرن شاهد گورهای جمعی در فلسطین هستیم. اجساد فلسطینی در یک گور دست جمعی در حیات بیمارستان ناصر شهر خان یونس کشف شد. در اسرائیل سربازانی که جهت به اصطلاح دفاع سرزمین موعودی خود می جنگیدند علیه نقض حقوق بشر به از فلسطین از طرف اسرائیلی ها به اعتراض برخواستند. نسل کشی در قرن 21 که تا کنون بیش از 34 هزار نفر کشته شدند که 14 هزار نفر آنها کودکان می باشند. جنایت هایی که رژیم فاشیست هیتلری مرتکب شد بعد از 80 سال صهیونیسم مرتکب شده است. در واقع هولوکاست دیگری. سترر و برادر گاسس بار مینا خلز خل ات سملد نام ار مین خلز خل مین خلز خل ای مین لیلا بانکرو ای مینا تنکر ای مینا بانر Min själs själ i min hunger, i min smärta, i min sorg. Min själs själ i min glädje, i min lekfullhet och min kamp. Min barnkropp i säkerhet. Men min själs själ är fast i dödande och svält. Jag kan inte nå dig fast du alltid är här. Hos mig. Gazas barn. Min själs själ. Jag kan inte överge dig. För att du är jag. Och jag är du. Min själs själ. Jag kommer att befria dig. Ingen är fri. Tills alla är fria. I kamp och kärlek från... I kamp och kärlek för vår frihet. Din Nova. Jag hör inte er. Hör ni mig? I natt jag drömmer.
något som jag aldrig drömt förut. Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut. Jag drömde om en jättesal där statsmän satt på rad. Så skrev de på ett konvolut och reste sig och sa: det finns inga soldater mer, det finns inga gevär och ingen känner längre till det ordet militär. Kom igen nu! På gatorna gick folk omkring och drog från krog till krog och alla drack varandra till och dansade och lo. Och så tar vi det en gång till, alla tillsammans.